از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ اصل توی یه چشم تو های سلام که پیام چه قشنگ بود پیامی بای سلام صابونه خوردی؟ منم دو بار صابونه میخوام، یه بار با شما یه بار با پوز بدیم اینجوری شد یه بار برگردونم تموم شد آهنگم. مرسی مرسی، خوب بودی، آروم بودی، قشنگ بودی، مرسی. خب یه سره ریختیم. آی 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 فوزی خوابیده، با فوزی هم خوبه، خیلی خوبه. یه روز داریم بریزیم. خب با تو جلخ برده اینم خاموشش کنیم برای خودش چیز نشه و بیاییم ببینیم که لاست تراپی همراه با صبحانه با شما به چه صورت میشه. خب های های های
به چه سیبی، چه سیبی، چه سیبی به. از دیروز مونده. چقدر خوب بودن اینا. اینا را از کجا باید بگیر؟ ما هم که نمیگیریم. هر دست هم اینجاست. نمیشه این بالای این حرارتش نره. خب بچه ها، از بد و بیراهای دیگران فوش هاشتید در چه حالید؟ میدونم که ککتون هم نمیگسه. یکی یه جمله به همه یاد دادی. این همه جامعه شناسیه، جامعه شناسیه، کامنت های ما جامعه شناسیه. من سال 2008 اومدم، یه زن وایسید اینجورم پاک کنم. 2008 اومدم ایران، یه سال و سه ماه موندم. این کوارکه ها مسخامه ای. خب اینم که عسل. ببینیم که آره داشتم. ها بابا نمیتونیم کدومو بخوریم. اول سیب بخورم. سیبه چقدر خوشگل، خوش رنگ، چوپنگزه. خوش از اون سیب هستا. رفته دور گذاشتم اونجا بشورم، مجبورم از این استفاده کنم. انگشتره رو هم بیاریم، انگشتره پرتی پرتیه اینو بیارم. خب داشتم بهتون میگفتم که دست بچه ها کاهو رو دیدید؟ یکی از بچه ها رفت سریع تحقیق کرد در ورد هیدروپونیک، کاهوی کشته بدونه. من میدونستم یه همچین چیزی، اسمش رو نمیدونستم. قشنگ برای ما فرستاد. میگم از شما کلی چیز یاد میگیرم دیگه، هر دفعه توی این لایو صبحانه یه چیز از شما یاد میگیرم. بکردم کبود شده. چی شده تو رو؟ بعد آره داشتم میگفتم که هر دفعه از شما چه چیزایی یاد میگیرم. هیدروپونیک خیلی خوب بود، من اینو میدونستم، ولی چیزه اسمش، اصطلاحشو نمیدونستم. فقط میدونستم یه سری کاهوهایی هست اصلا شما نشستم میتونی بخورید، یعنی نمیشستم دیگه، حسشو نداشتم. ولی یه سری کاهوها بود باید میشستیم. باز میدیدی زند این دیگه چیه؟ موسه از توش قایشن و اینا در میمن، باید میذاشتی اصلا قشنگ تکون میدادی اینا. من خودم تو زمین، سر زمین کار کردم دیگه. اینو بهتون بگم، اینو که دیروز بهتون گفتم مخصوص بیبی، اونایی که منطقه خوب بدن به مام رسید خوبه. خیلی چی بیبی ها اینقدر چیزای خوشمزه دارم. من عاشق شیر خوش بودم. الان من بفهم
ولی خب دیگه باشه، دنبالش نمیریم. این که دیروز بهتون گفتم که توش بانانه و کوربیس کدو حلوایی میشه، توش ترکیب کردن و فلان کردن، یه طوری درست کردن که برای بچه هایی که ده تازه دندون در میارن اینجوری بزنن تو دهنشون رو بوش 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 بخورن. خب حالا اینو من اون روز رفته بودیم با فوزه که خرید کنیم، اینو خریدم، فکر کردم برنجیه ولی امروز خوندم روشو دیدم مایسه. مایس هم یعنی ذرت. برنجیش هم هست ولی خب الان که باز کردم دیدم ذرته، نون ذرتی. خب این هم خوبه دیگه، خیلی خوبه که ما در استفاده از چیزای غلات و نمیدونم کربوهیدرات ها که این چیزای غلات و این چیزایی که برنجی هم دیگه نشاسته ای و اینجور چیزا دارن متفاوت استفاده کنیم. مثلا یه روز سیب زمینی، آرد، بعد برنج، ذرت، نمیدونم دیگه چی بود، خیلی چیزای دیگه که ازش به صورت نون و اینجور چیزا درست من خیلی خوبه. خب حالا اینو بخوریم بعدا یه سرم چیز میزنیم. بخور بخوره دیگه. بزنیم توی چاییمون. پیامتو خوندم، نمیدونم چرا خوشم میاد از حرفاش، از حرف زدنش، میمیک صورتش، از غذا خوردنش. از گوشی جدیدم هنوز استفاده نکردم ولی دیروز رفتیم یه کاور براش بگیرم از توی این دیوار آلمان. حالا کلاین انزایگه بهش میگم، یه دختری بود گرفتیم، چیز کردم، یه ذره یه بندازه یه میلی تفاوت داشت ولی حالا از دیشب همش فکر کنم که همونم بگیرم، اب نداره موقت، چون که سمیرا داره میاد اینجا چیزه میخواد بیاره برای من، گفت انواع کابرا رو دارم. نمیدونم ایران که الان خیلی چیزا داره، ایران سریع همه چی رو تولید میکنه، سریع ایده رو میزنه، خیلی خوبه. بچه ها باغ من رو با ینس هم دیدی؟ انقدر تو این باغ خاطره داشتیم. باغ به اسم من و ینس بود ولی ازش هیچی به من نرسید. بعدن رفتم گفتم ینس که یه سالای آخر خیلی دیگه با من چیز داشت، مشکل داشت، گفتم ینس بده کلیدو بده من برم یه چیز، یه سری نمیدم چیزایی که وسایلی که تو اونجا داریم برداریم. گفت نمیدم. گفتم باشی ندم. بعد از فوتشم یه بار با تابش رفتیم اونجا، دیدیم که قصبش کردن دیگه. اونی که ما بایش اسم اونجا رو چیز کرده بودیم یه کاغذ بود دیگه، خیلی رسمی هم اونجوری که مثلا بیان برید شما نوتار رو نمیدونم محضر اینا نیست دیگه، روی کاغذ بود. مرده فوت کرده بود، پسرش هم برداشته بود اونجا رو برای خودش درست کرده. ما هم که دیدیم هم اون فوت کرده هم یس فوت کرده، چی بکنم؟ هیچ، یه ذره گشتم تو اون یه ذره یکم هم توی وسط چیز چمناش شاشیدیم و
همون وسط هم یه تابشی فیلم گرفت، گفتیم بگیر دیگه ندارم، خدا یادگاری از این آخرین باغ ما با چیسه ما با. ولی خیلی خوش گذشته بود اونجا. یادتونه یه بار از چیز حرف زدم، از تهین و هموس و اینا حرف زدم؟ هموس هم هم هموس همو هم هموس هموس همون که از نخود اینا درست با تهین و اینا درست میکنم، همون جا که داره اون مرد ظرف میشوره تو اون فیلمه، یکی هم نشسته داره حرف میزنه، راه راه لباس پوشیده بود، اون دوتا لبنانی بودم، همه چی رو برای ما اونا می آوردن. بچه های خیلی خوبی بودن و می نشستیم، بعد اون شب خوابیده بودیم، بعد تو اونجا هر کسی یه گوشه یه باغ رفته بود خوابیده بود روی چمن اینور، یکی تخت چیز روی تخت، یکی تختمون فقط یه دونه تخت داشتیم، دو نفر میتونست بخوابه. بعد ولی خب خیلی هم رو زمین خوابیدن و بعد یه سری هم تا ساعت سه موندم، بعد رفتن سه نصف شب آتیش درست کردیم و این از این خاطرات خیلی داشتیم. اون باغ من خیلی برنامه داشتم، بالاخره اون باغی که شما دیدید خیلی خدمت کرده من و تأثیر خیلی بزرگی که اصلا اون باغ و ینس خرید که من داروامو بذارم کنار، گفتش من این باغ رو گرفتم، باغ رو گرفتم که روش کار کنیم و تو داروهاتو نخوریم. و خیلی از کسا که میپرسن که زیبا چجوری داروهاتو گذاشتی کنار، با همین کارهایی که کردم دیگه، انقدر رو اون زمین ما من بیل زدم، انقدر رو اون زمین من کار کردم، همین خیلی دوست داشتم دیگه، خیلی اون زمین رو دوست داشتم. بعد اینجوری باعث شد که من داروامو بذارم کنار و همش اون انرژی درونیمو میزدم روی میریختم روی چی میگن هدایتش میکردم، روی کار، روی زمین، روی گیاه، روی با دوچرخه میرفتیم از این ور اون ور، پهن میابردیم، پهن میابردیم، کود کود میابردیم برای گل گلامون چیزامون. چه چای خوبی. اینم به من بچه ها بردن ها. کی داد؟ یا عسل داد یا استه داد یا محسن داد. نصفم بود پاکتش ولی هرچی از خیلی خوب بود. چرا نزدی به اسمت که اول من هیچی به اسمم تا حالا نشدم. یه دونه مطبی رو من وقتی که پزشک شدم، فارغ التحصیل شدم، از دکترام آوردم، دانشنامام آوردم، بعد به بابام نشون دادم که آخه چون وقتی که شما فارغ التحصیل میشید این دانشنامه‌هاتون رو یکیشو به خودتونم میدم، یکیشو میذارم برای خودشون برمیدارن، یکیشو هم میذارن کتابخونه دانشگاه. من دانشکده پزشکی مشهد بودم. بابام برگشت گفت او باریکلا دخترم قزم یاخته بله بله آفرین دکتر اولدون بله 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 اله اله اله. ما هم اونو قابش کردیم اومدیم گفتیم که بیا برو بزن به دیوار به همه بگو که دختر من دکتره، من نمیخوام دکتری کنم، من میخواستم هر غلطی دوست دارم بکنم دیگه. بعدش غلطهای منم یه کارهای تحقیقاتی خاصی بود که میخواستم خودم انجام بدم، کسی هم اون کارهای منو چیز نمیکرد، قبول نمیکرد دیگه، برای همین باید خودمو با اون برای بچه ها دوستایی که داشتیم انجام میدادیم. بعد بابام برگشت گفت دید که نمره تز من
تز من شده 19 از 20 شده 19. البته اونم شانسی بود فکر کنم، مگر خیلی شاگرد خیلی زرنگم نبودم. یه شورای همیشه از درس هم در میرفتم، درس هایی که دوست نداشتم، چه خوشمزه. بابام گفتش که بیا برو یه دونه مطب برای خودت بگیر هر جای تهران رو که میخوای. خونه خودشون ناحیه غربی این بر جردن بودن دیگه، روبروی پارک ملت. بعد من یه لحظه گفتم که بیام برم جردن، خیلی گرونه و اونجا خیلی گرونه. بعد گفتم بلش کن، من که خودم خیلی گرون نیستم، خودم هم خیلی ثروتمند نیستم، از فضل پدرم ما را حاصل که نشده، بذار یه جای متوسط بگیری. رفتم بالاخره یه دونه مطبی، یه خونه، یه جایی رو دیدیم که نوساز بود، میدان نور. بعدا خونه رو مثل که کوبیدن و نمیدونم دیگه، الان اتوبان زدم و چیکارا کردن نمیدونم، اصلا ازش خبری ندارم، من الان تو ایران که نیستم. ما اینو انتخاب کردیم، اون موقع 13 میلیون شد و بابام گفته بود هر وقت انتخاب کردی منو صدا کن، من بیام امضا کنم مال تو بشه. میخوام بگم تنها سرمایه که ما داشتیم به اسم ما شد همون خونه بود. مای به اسم من، ما رفتیم و نمیدونم محضر رو به اسم من شد و مطب ما اینو اومدیم و درستش کردیم و یه تلفن هم کشیدیم و بعدش شد به اسم من. اما الان چی؟ بعد از که خواستم بیام وکالتشو دادم به بابام، هپو 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 هپ 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 جهده جهده مطب بی مطب، خونه بی خونه، هیچی دیگه به اسم ما نمون. یه زمانی هم که ایران بودیم مثلا گفت این باغ به اسم زیباست، اون با اونجا به اسم زیباست. ما یه دونه فقط از اون باغی که یه بار به اسم ما بود یه هندونه خوردیم، به غیر از اون دیگه اونم اون خونه اون باغ این هاپو هاپو علکی بود، ولی اون مطب مال خودم بود، اونم رفت. برای همین وقتی ینس اون باقی که روی کاغذ خیلی ساده، اینجا بهش خرید و فروش نمیگم، بهش میگم پختن، یعنی شما میتونید ازش تا موقعی که تا موقعی که قرارتون قرارداد هست استفاده کنید. اینا دیدن از ینس خبری نشده، منم همینطوری الکی پلکی اسم منو نوشته بود دیگه که مثلا منم هستم. سر ما چجوری بابامون کلا گذاشت، اینم علکی بود که ما هم فکر میکردیم باغ من و یز بشقابش هم به من نرسید. اما چه خوشمزه ای که من نمیدونستم چه پیول خامه نیستا. ماست و خامه است، ماست خیلی چیزه. بعدم چیزشو انداختم دو کوارک، اشپایز کوارک. اما حالا قدردان باشیم، من اون داروهام، ترک داروهام، اون دو سالی که ینس به من کمک کرد، به چه قیمتی با چند تا خونه میتونستم بگیرم، مثلا با دنیا عوض نمیتونستم بکنم. اون حالت هایی که بعد اینجوری خط میکشیدم برای خودم مثل این زندانی هم کتم، یه روز دوا نخوردم، دو روز دوا نخوردم، سه روز دوا نخوردم، خب کی کمکم کرد؟ ینس دیگه. کجا کمکم کرد؟ با همون باغ دیگه. دیگه ما شده بودیم عمله،
البته بعد از یه مدتی چون ینس خیلی دمدمی بود و بعدش هم این که خیلی قرقرو بود و بعدم یه دفعه مثلا میگم نه نمیخوام آی اوی اوی. البته بعد از دو سال اولش اصلا میگم فاسیتینیرتس لبن فاسیتینیرت فلو اصلا میگفت دنیای زندگی با تو و چیزی که اصلا زندگی که با تو دیدم رویاهای من بود. اما منم خواست فقط برای خودش بخواد، منم گفتم نه من دنیا رو میخوام. دنیا رو میخوام. حمص به لیلا خوشمزه است شیبرم رو کنه این یخ. و همه آدماشو میخوام و فقط با تو خوشبخت نمیشم. من از صبح تا شب اون موقعی که اوایلش بود خب با هم میرفتیم زمین خیلی از اطلاعات داشت، انقدر اینفورمیشن داشت، منم هیچ چیزی مثل اطلاعات و آگاهی به من لذت نمیده. یعنی اصلا وقتی که اصلا چیزی که تحریکم میکنه آگاهیه، علمه. اصلا یه دفعه هر روز اینجوری میشدم حیرت زده. یکی از شاخصهای سلامتی روانی میزان حیرت شماست. این یه استوری هم تو این رابطه دارم. به میزانی که شما حیرتتون بیشتر بشه، دیدم دادم دادم دادم، به میزانی که شما حیرتتون بیشتر بشه یعنی چی؟ یعنی نوعی کایتن، یعنی این تازگی ها براتون زیاده. پس شگفت زده میشید. بعد مثلا فکر کنید حیرت رو نگاه. مامانم آخه چقدر یه لحظه یاد مامانم افتادم، عاشق این میمیک صورتم بود. میگفت من چقدر این میمیک صورت سیبا رو دوست دارم. و اون این بود که یه حرف میزد بعد من یه دفعه حیرت زده میشدم. یه دفعه میگفتم من گفت ای وای دوباره اینجوری شد، خیلی این حالتشو دوست دارم. من گفت دوباره زیبا اینجوری. من گفتم ماما مثلا این چی بود؟ بعد این یه میمیک صورتی که حالا خودش دوست داشت دیگه، ناشی از حیرت آدم بود. هر چقدر میزان حیرت انسان بیشتر باشه یعنی چی؟ تازگی تو زندگیش بیشتره. پس از شاخصهای سلامتی بالا رفتن میزان حیرت شماست. و من در رابطه با آگاهی هایی که از ینس میگرفتم انقدر چیز من از این آدم بشر یاد گرفتم، اصلا وحشتناک دیگه. اصلا گفتم وای توی طبیعت، اصلا لکسیکون بود، چیز بود. البته بعدنم اوهم اضافه شد هر دوتا شما. گفتم اصلا من شما دوتا بال شدید برای من، انقدر که اطلاعات دارید، انقدر که اینفورمیشن دارید، انقدر که وارد به مسائل. ینس خودش یکی از انقلابیون. تو رو بخورم یا اونو بخورم؟ فعلا حالا اونو بخورم. بیا سنجه شده. یکی از انقلابیون دهه 60 بود. من اصلا دهه 60 رو نمیدونستم
چه اتفاقی شده. بعد میگفت تمام این ایدایی که ما میگی من اون زمان دوره جوانی من انجام دادم فلان و بهمان اینا، نمیدونم من چند پارتنری رو داشتم، من نمیدونم چنج پارتنر، نمیدونم افکاکا، برهنگی، چی چی چی. بس دیگه، چقدر زیاد گذاشتم ببین جا، همینطور دارم حرف میذارم، همینطور میذارم. وای چال این سیبه خوبه، رو وسط یه سیب بخوریم، یکی من بزنیم به این چایی با مزه یه چیزو بگیره. نمیتونم حرف بزنم، بخورم، گیدم کامنت ببینم. او 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 کامنت های ایستاده. وای 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 وای، هزار تا کامنت. اوه برو یه کامنت، چقدر اینس خوب بود، وحشتناک، کسی نبود اینس رو ببینه عاشقش نشه، ازش خوشش نیاد. پدر مادرم که خیلی دوستش داشتم، البته اینس خیلی زرنگ بود، گفت دوست داشتن اینا اصلا بدم میاد، یکی هی به من بگه تو رو دوست دارم، هی بدم به من بگه دوستت دارم، دوست دارم چیه، هی میگن دوست داریم دوست داریم دوست داریم. باستم میگفت، گفت عمل کنید، عمل. پدر مادر تو میدید چرا من دوست دارم؟ وظیفه‌شون رو به من سپردن، خیالشون از بابت تو با از طرف من راحت شده، بارشون رو من دارم برمیدارم. همیشه میگفت من شوتسنگل تو هم. شوتسنگل یعنی فرشته‌ای که فرشته حمایتی تو هم، نگه دارنده تو هم. بعد ولی تابانای سنگینی هم داد دیگه، اما خیلی اگه بخوام در مورد اون چه که این انجام داد تو بیمارستان، شاید بیمارستان سوم، هنوز نرسیدم به بیمارستان، هنوز آشنا نشدم. تو لایوایی که دارم میگم با شما در مورد بستری شدن ها، دفعه پیش رسید، شاید امیدوارم امروز بتونم لایو بستری شدن های خودم رو بهتون بگم. اونجایی که من رسیدم دفعه پیش که من با ینس آشنا شدم، خونه رو تحویل گرفتم، خونه تحویل، روز تحویل خونم کی بود؟ همین مرد قد بلنده، چقدرم خوشتیپم بود. البته من زیاد خوشتیپی اینا چیز نمیدونم، ولی خیلی هر کی میمونم میگفت ینس خیلی خوشتیپه. نیوف باشه اینجا. بعد از این که من با ینس آشنا میشم و تو خونه میرم، اگه تعریف کنم ینس چه قدرتی به من داد، چقدر حلم داد و چقدر میگفت هر کاری دوست داری بکن. بعد وای اصلا مانی من، گفت من مانی، من تنها پارتنر تو زندگی من، از تمام این همه آدم هایی که تو زندگی من پارتنر شدم، تنها پارتنری که گفت من توی حالتهای مانی و ترانس تو میخوام با تو بیام. روزی که این حرف رو زد گفتم چی، تو میخوای توی اون حالتهای من با من بیای؟ و اومد و دید دنیای دیوانگی خیلی هزینه داره، خیلی هزینه داره. بابا جبرئیل بالش سوخت،
آخه چقدر خوش بری شما. نگاتون کنم بخورم اتمن. بلیسم اتون. بوتون کنم. بی بو هستید اما. اوکی. تحریک برنگیز. هنوز روشن زیرش شمش روشن. گفت با یه پام اومدم با یه پام اومدم. همیشه گفت گفت با یه پام اومدم. میتونید تصور کنید کسی که وارد اون دالانهای تنهایی، اون دالانهای عمیق وجودیتون میشه، چه لذتی میتونه بده به شما؟ گفتم مگه ممکنه یکی با من بیاد؟ گفت اومدم با یه پام اومدم ولی نتونستم پای دیگم رو بلند کنم، پامم موند نتونستم برگردم. حالا شما تصور کنید یه نفر اومده با شما، اومده یه پاش آورده میخواد پای دیگر رو بیاره، نمیتونه. واقعیت های زندگی، بازتاب های اجتماعی، چیکار کرد؟ بعد از 2 سال آدمی که من باهاش بهترین سکس رو داشتم و توی سکس باهاش وارد ترانس می شدم، چند بار فکر کنم 1 بار یا 2 بار این اتفاق افتاد، و بعد از 2 سال در مدت 15 سال زندگیمو، بعد از 2 سال چنان رابطه وجودی و حسی و جنسی من بلوکه شد، چنان اصلا می گفتم نمیخوام دیگه دست به من بزنی. اون پایی که اومد نتونست برداره، چیکار کرد؟ منو خواست بکشونه. گفت نمیتونم، نه آتا بلورم نه اوتا بلورم، ترکی، نه آتا بلورم نه اوتا بلورم. به هر کسی که رسید، به هر به خصوص به سامان. سامان یه پسری بود که اگه دربارش حرف بزنم، که با وجود اینکه یک کلمه آلمانی بلد نبود، البته بعدن چند کلمه آلمانی یاد گرفته بود، مثل ینس که چند کلمه یه فارسی یاد گرفته بود، یکی دوست دارم، یکی سلام، یکی نوشه جان، یکی کس، یکی کیر، همینا، همین 5 تا گفته بودم بسته دیگه. سامان و ینس انقدر به هم نزدیک شدم از راه دور، موجای همدیگه رو میگرفتم به شدت. به هر کسی که میرسید میگفت به زیبا نزدیک نشید، بلایی که سر من میاد. چم؟ پک مال داین کوفه،
حق بالدن کفر رو بک چمه دودرتو ببند و فرار فرار کن فرار کن میمونی مثل من میمونی من نمیتونم نه آتا بلورم نه اوتا بلورم نه آتا بلورم نه اوتا بلورم یعنی نمیتونم مثل لقمه که مونده اینجا نمیتونم گوتش بدم نمیتونم بیرونش بندازم و موجودی شد ینس. خب البته 2 سال کار خودشو کرد. من برای 2 سال بهش گفتم برای اون 2 سال تا آخر عمرم بدترین بلارم سر من بیاری که آورد بلایی که شما سر من میارید اصلا گفتم همون عکسی که دارید ببینید من اینجوری بغلش کردم. یه روز قبل از اینیه که بره سر دوشنبه بود دوشنبه میخواست بره سر عمل جراحی تا زبون داشت تا لحظه آخر گفتم ببین ینس داری میری سر عمل جراحی ولی یه چیز بهت بگم هر چی میخوای بگو تا موقعی که زنده ای من تو رو ترک نمیکنم مگر اینکه تو منو ترک کنی چه حرفای زد به تابش اووم بود اووه تابش من 3 تا پارتنرم با هم بودم رفته بودیم یه انسو ببینیم تو بیمارستان و 13 سال قوی ترین دشمن من شد نهایی دیگه زده زیبا ناورد من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد و خوبم کرد آن آشنا خوب کرد داشتم میدیدم هر روز و میدیدم بخورم یا نخورم آره اینو بخورم بیانا مواظب بودم و نخورد به لبم اینو بزن به من گفته بود چاقو رو نزنی به لبت نزدم داشت میرفت اینجا اینجوری کردم گفتم نخوره دیانا ما رو جریمه میکنه بله داستان من و ینس خیلی خیلی مفصله شاید تونستم امروز توی بستری های خودم در روان و این چه کارهایی تو بیمارستان کرد همین باغ گلایی که می کاشتیم سبزیجاتی که می کاشتیم و آتش روشن می کردیم و و و و و بعد از مدت کوتاهی بود هنوز از رابطمون 2 سال نگذشته بود که بچه دار شدیم و فوزیه دختر خونده ما شد اون ینس شد پدر خونده ما با آشنا آشنا شدیم داستان فوزیه چجوری بود که تو این جریان فوزیه هم کمکم کرد تو خیلی از چیزا کمکم میکرد جیغ و داد میکرد ولی کمکم میکرد که بعد دیگه فوزیه اومد تو زندگی ما یه فوزیه خیلی انسا دوست داشت براشم خیلی کارا کرد ما بچه دار شده فوز بچه یه دفعه یه دختر 33 ساله 33 ساله رو یه دفعه زاییدیم ام
همه ایشون یس تمام شدنی نیست. یس انقدر داستان مسائل دارم. 15 سال چرا سکس من، احساسهای جنسی من به این مرد بلاکه میشه؟ یه چیز بسیار بسیار عجیب برای خودم بود، با این حال که انقدر درونم بهش علاقه داشتم، ولی یه چیزی در بدن من گفته بود من نفرت دارم دیگه، همونطوری که یه چیزی در وجود او یک عشق بزرگ عمیق ینس به من داشت از اون موقعی که و نفرتش هم اومد در رابطه با پارتنرهای من، در رابطه با روابط من. اولین روزی که من یه بار با میشائیل خوابیده بودم، میشائیل یه دوست پسر که دیدم در زد، با میشائیل رو تخت خوابیده بودم در زد، میشائیل گفت که گفتم یه انسه دیگه، تو هم که میشناسی با تو آشنا کرد. گفت براتون نون آوردم، برای صبحونتون نون آوردم. دیوونه کرده میشائیلو. میشائیل آخر سر گفتش که من نمیتونم، من از حسادت، من نمیتونم تو این رابطه باشم، به شدت به یه حسادت میکنم. و با هیچ کسی مبارزه نمیکرد، مبارزه ای که بذاره. اول گفت من اگر مثلا عشق آزاد از طریق یز شناختم، اول که گفتش که شلیبه دیش شلیبه دین فرایت، یه جمله خیلی خوشگلی آورد، شلیبه دیش شلیبه دین فرایت، من عاشق تو هستم، عاشق آزادی تو هم هستم. گفتم من میخوام با همه ی... اصلا چیزی در زندگی من اتفاق نمی افتاد که یز ندونه. من یه تنفیه صبحانه که دارم میخوام، فقط خواستم بهتون یه اشاره به باغمون کنم، باغی که 5000 مارک موقع خرید از ینس بهش، از مادرش بهش نمیدونم چند هزار یورو، 20,000 یورو اینا مثل که بهش ارث میرسه. همون موقع که ارث میرسه من دنبال این جریان بودم که این ایده رو خودش میده، میگه که بیا یه زمین بگیریم برای اینکه تو داروهاتو داری میذاری کنار، خیلی برای خودت خوبه رو این زمین کار کنی. و این زمین و این خیلی کمک بزرگی برای من شد. چه سیب خوب بود. یه دوست پسری دیگه داشتم به اسم توماس، به اون گفتم که یه انسم، اون یکم به هندرت بود روی صندلی سه چرخ راه میتونست بره، اونم داستان خودشو داشت، صندلی چرخدار نداشت ولی دو چرخش سه چرخه بود و چند بارم منو با سه چرخش پشتش نشسته بودم میرم. بعدش به دوم توماس گفته بودم که توماس، اون گفت من یه زمینی دارم از دوست دختر سابقم، که دوست دختر سابقم الان با یکی دیگه ازدواج نه دوست شده، منم باهاش دوستم، من با اونام دوستیم، خیلی رابطه خیلی برام جالب بود، زمینشون رو میخوام بفروشم، میخوای بگیری؟ گفتم آره. ما رفتم همین زمینی که شما میگید و از یعنی در واقع دوست دختر سابق توماس بود، رفتیم 5000 مارک گرفتیم
در واقع شد 2500 یورو. اون موقع گرفتیم و ینس گرفت دیگه، پولش اون داد. من یه دونه کلیپ دارم که عجبا از نهاد من، بعدن این 10000 یوروشو قایم کرده بود، حالا بعدن این پول رو چجوری به یه موقعی به من داد و بعد تیکه تیکه من بهش گفتم بیا چی چی داستانایی داره. البته من هیچ وقت نتونستم از پولش استفاده کنم، تنها استفاده ای که پول نفت هیچ وقت اصلا نمیداد و پول چیز میکرد، یعنی من فقط میگفتم منیج اگه قرار چیز داری بذار من منیج کنم. اینا که فکر میکنن شوگر دادی بعد شوگر روانی بود، شوگر ددی روانی بود برای من واقعا. اون کلیپ هم هستش که عجبا از نهاد من در رابطه با اون 10000 یوروش. بعدم خودش خرج کردی، حالا چیکار کرد دیگه، گفتش مسئله خودمه، میخوام خودم حل کنم و نمیدونم چیکار کنم. گفتم پول خودته، هیچ مسئولیتی تو به من نداری، پول مال خودته. و همیشه هم گفت زیبا خیلی ثروتمند. دیروز موزیه میان و موزیه میان که زیبا زیبا یادت، به من همیشه میگفت زیبا خیلی ثروتمنده، زیبا خیلی ثروتمنده. گفتم راست میگه، ما همیشه ثروتمند. دیروز هم من برای فوزیه موبایل خریدم. خب میگه چرا قاشق رو نمیدونم چی رو لیست میزنی؟ خب وقتی که حالا ما داریم پرده ها رو از زندگی واقعیمون بر میداریم دیگه، شما ببینید وقتی اینو لیست میزنم خب چه جلوی دوربین باشه چه غیر دوربین باشه. نه دیگه چیزی نمونده. خب یه کامنت بخونم ببینم. ای ول عجب مامانی، نفهمیدم عجب مامانی. زیبا ثروتمندی، برای منم موبایل بگیر. نه من برای که باید حسم بیا، شاید یه دفعه برای تو هم گرفتم نمیدونم، ولی فعلا حسم یه اصلا فوزی چیز نداشت، انتظار نداشت. گفتم بیا بریم میخوام برات یه موبایل بریم، چون دیده بودم موبایلش خرابه و اینا. رفتیم هیچی، ولی یه موبایل انتخاب کرد. حالا بیا دیگه ما یه موبایل پایین تر، ولی خب تقریبا 130-140 یورو بیشتر از اونی شد که من براش انتخاب کردم. خب موبایلش خراب خیلی، اون موبایل قبلیش هم در واقع باعثش من بودم. من الان در صبحانه کسی رو بالا نمیارم. موبایلشو 235 یورو. من خودم یه موبایل آخه، چون که موبایل قبلیش 4-5 سال پیش از این چیزای خیلی پایین بود دیگه. به هر حال من منتها ما خواسته بودیم که اصلا با اسمارت فون آشنا بشه. بعد بهش گفتم فوزیه دیگه الان گذشته، دوره گذشته، و یه ذره بیاد چیز کن، ذخیرش خوب باشه، دوربینش خوب باشه، بتونی راحت فیلم ببینی اینا. به هر حال من دیدم تا بخوام هول بدم خودش به این نتیجه برسه، ما این کار برش بکنم. حنا بذارم، حنا بذارم، آها حنا بخوام برای دست و انگشتامو اینو شاید یه ذره گذاشتم، نمیدونم. هنو خوبه، هنو خوبه. نه نه چیچه هم فقط منوز کارهایی که فوزی هم برای من میکنه. اون روز این برخورداش، این چیزاش خیلی برای من جالب بود. احساس کردم رابطه‌مون وارد یه نقطه عطفی شد. البته هرچند که اون انتظار داره من از محتوای صحبت‌هاش دفاع کنم، محتوای صحبت‌هاش خیلیش واقعی نبود، ولی اون خیزش حرکتش، اون نوع برخوردش، اون احساساتش، اون صراحت کلامش، اون یه
این چیزایش خیلی، اون اجتماعی شدنش، این که خواست توی این چیزا صحبت کنه، برای من خیلی قشنگ بود. و جالبه، حالا بذار ببینیم چجوری میشه رابطمون به کجا میرسه. داره میره دیگه جلو. دیروز دیدم از ینس هم اینو گذاشتیم، بعد یه عکسایی داریم از که ینس مثلا فوزیه خیلی اونجا چیز بود، تو اون باغ خیلی بوده دیگه. پدر مادر منم تو اون باغ اومدم. پدر و مادرم و خواهرم و اینا ینسو خیلی دوست داشتن. آخر سرم دیگه تقریبا ینس رفت طرف پدر مادرم دیگه. رفت پدر مادرم، ولی خب دیگه هم منو میخواست نگه داره. همین که داستان ینس خیلی مفصله، اصلا به قوی ترین دشمن من تبدیل شد دیگه. خواست به هر حال بلش کنیم، حالا بر میاد اون قسمت هایی که من دارم از بستری شدن رو میگم. بذاری یواش یواش دیگه، سال 15 ساله که نمیتونم بیام مصلش کنم. اول اینجوری بگم، فقط بدونید در نزدیکترین دوست شما قوی ترین دشمن شما نهفته، و در قوی ترین دشمن شما نزدیکترین دوست شما نهفته. رابطه جنسی من و ینس چنان بلوکه شده بود که من وقتی که میمد میگفت نه من باید این بوسیدن روی لب که وقتی هر وقت میبینم تو رو اینجوری باشه، این برای من یه معنای خیلی چیزی داره. میگفتم همینم که میای مثلا های نمیدم این کارو بکنی، من احساس تجاوز میکنم، من نمیخوام. بعد البته گوش نمیداد اون اجاب تو پر روی دل بلا، البته پر روشم مرد قبیله من دوست دارم، نه اینکه به این خاله که این کارو میکنه، ولی خیلی چیز بود دیگه. حالا بلند شیم بریم آوازه رو گوش بدیم یه بار دیگه ببینیم. خیلی خوشمزه بود، خیلی خوشمزه بود. صبحانه مرسی 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 از این بیبی و از این کاغذ چیز و از این تافل، از این چیز مال اشپایز کوارت، مال تافل بود، مال چیز بود اشپایز کوارت، همین ماست و چیز، ماست و ماست خامه، ماست چکیده، خیلی خوب بود با عسل. عسل هم که خودمون با هفته پیش خریدیم با فوزیه از آلاتورا. با دیدارم دارم دیدام دام دیدادا جهاز من از ینس. البته خیلی دوید پایی اینو به کسی نمیدم. حالا اینم از ینس، بزن چیزایی که از ینس دارم برای خود. اینم ینس خریده بکن. یه روز دیدم اینو برای من خریده، گفت این خیلی خوبه، یعنی گل فوزیه رو بهتون نشون بدم. بردمش ایران آوردم، جهاز من از یه برای فلفلم.
چشم تو